بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه مصاحبه‌ای داریم با یکی از شخصیت‌های بین‌المللی که سال‌هاست در کنار مبارزه مردم و مقاومت ایران قرار گرفتند و از حامیان دیرینه مجاهدین اشرفی هستند. بله، تماسمون وصل هست با دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت. ایشون همچنین نایب رئیس اول پارلمان اروپا هم بودند. آقای کوادراس، سلام میکنم خدمت شما، اگه صدای من رو میشنوید. هلو. بسیار عالی. سوال اولم اینه که در این روزها ایرانیان در داخل کشور و سراسر جهان 40مین روز شهادت شهیدای قیام رو، شهیدای سراسر قیام ایران رو در ایران گرامی میدارن. از این قیام که شما مطلع هستین، از ابعادش 40 روزه که الان میگذره. از نظر شما در این مدت چه گذشت و شما شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟ Well, it's a great pleasure to talk to you. What has happened is that بله، برای من یک افتخاره که بتونم با شما صحبت کنم. آنچه که رخ داده اینه که رژیم قیمت سوخت رو 3 برابر کرد و منجر به اعتراضاتی در خیابان‌ها شد، ولی به سرعت طبیعت این اعتراضات تغییر کرد. آنچه که یک موضوع اقتصادی بود، یک اعتراض به مسائل اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت، به سرعت تبدیل به یک اعتراض سیاسی شد. در تمامی این اعتراضات آنچه اعتراض کننده ها میخواستن این بود که اونها تغییر رژیم رو میخواستن، اونها پایان دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران رو میخواستن، اونها علیه فساد و علیه از بین بردن پول مردم در جنگ های خارجی مانند سوریه، لبنان، سومالی، یمن و غیره، علیه اینها بودن و اونها خواهان تغییر رژیم بودن. اون اعتراض کنندگان تصاویر و نمادهای خامنه ای رو آتیش زدن و همچنین نمادهای خمینی رو که بنیانگذار این رژیم بود اونا رو آتیش زدن و مقامات رژیم، بالاترین مقام یعنی خود ولی فقیه و البته همچنین رئیس جمهور، با همراهی با سپاه پاسداران به این تصمیم رسیدن که رژیم در یک خطر جدی قرار داشت و اونها کاری رو کردن که بسیار خشم آوره. اونها تصمیم گرفتن که اعتراض ها رو با حد اکثر قهر متوقف کنن، با سرکوب حد اکثر، و این فرمانی بود که سپاه پاسداران و تمام نیروهای مسلح رژیم باید مردم رو به قصد کشت به سمتشون شلیک کنن، به سرشون، به سینه‌شون، به زنها، به جوانان، پسران و دختران، به افراد بیدفاع که فقط اعتراض کرده بودند و این باعث کشتار یا بعد بگم قتل، حتی قتل 1500 حداقل 1500 شهید و بسیاری مجروح، هزار دستگیر. لذا فکر میکنم آنچه که ما دیدیم یک سرکوبی بود که
در بالاترین حد خود از بعد از شروع رژیم در 40 سال پیش این بدترین نوع سرکوب بود. حتی در زمان احمدی نژاد هم که اعتراض ها شد 100 نفر هم کشته نشدن و در سال 96 شاید 20 خورده ای رژیم اعلام کرد که کشته شدن، ولی امسال و این دفعه یک قصابی بود، یک قتل عام بود و این ثابت می کند که دیکتاتوری به شدت دست پاچه و ولی فقیه و نیروهایشان کاملا معتقد هستند که به پایان خودشون خیلی نزدیک شدن، برای همین هم اینطور با خشونت خیلی زیاد واکنش نشون دادن. بله آقای ویدل کوادراس، شما سال هاست که مبارزه مردم ایران رو پیگیری می کنید و از حامیان اونها هستید و در همه صحنه‌ها برای دفاع از مقاومت و مردم ایران حضور داشتید. می‌خواستم بدونم ارزیابیتون از آینده ایران چیه، به خصوص با ادامه این قیام؟ من فکر می‌کنم آنچه که سرکوب زیاد رژیم ثابت میکنه این که مردم ایران دیگه نمیترسند، اونها آماده هستند که جونشون رو فدا کنن، چرا که اونها احساس میکنن زندگی در تحت حاکمیت رژیم غیر قابل تحمله، هم به لحاظ مادی و اقتصادی، چون از فقر رنج می‌برند، از بیپولی رنج می‌برند، در حالی که مقامات رژیم در ساختمان‌های لاکچری زندگی می‌کنند، در بهترین امکانات هستند، در رفاه هستند، در حالی که مردم آزادی ندارند، اونها هیچ حرمتی براشون نگه داشته نشده به لحاظ اجتماعی، برای همین هم دیگه صبرشون به لب رسیده، به نقطه‌ای رسیدن که اونها آماده هستن که حد اکثر فدای خودشون رو انجام بدن برای اینکه رژیم رو سرنگون کنن، این رژیم شیطانی رو. من فکر می‌کنم که آخوندها و ولی فقیه این رو می‌دونم. من فکر می‌کنم که در هفته‌ها و ماه‌های آینده آنچه که رو خواهد، البته که سرکوب حتما افزایش خواهد داشت، ولی تظاهرات‌ها بیشتر خواهد شد، قوی‌تر خواهد شد و به سرتاسر کشور گسترش خواهد یافت و من خیلی محتمل می‌بینم که خوشبختانه پایان رژیم بسیار نزدیک است و به زودی به پایان خواهد رسید. هزینه جانهایی که داده شده البته زیاد هست و زیاد خواهد بود و قلب همه دموکرات ها با مردم ایران است در این لحظات حساس که اونها موضوع چنین جنایات وحشیانی هستند، با اونها هستیم. بله، تشکر میکنم به خاطر این سوال. ولی در پایان از شما میخوام که به عنوان یکی از دوستان مقاومت و مردم ایران و پشتیبانان و حامیان مردم ایران پیامی رو خطاب به جوانای ایرانی بدید که برای آزادی به پا خواستن و حالا شما رو هم اکنون در سیمای آزادی الان میبینن و میشنون. Well, my message to these بله، پیام من به این قهرمانان جوان، چون به واقع قهرمان هستند، اونهایی که با دست خالی در برابر سلاح ایستادن، اینه که باید قوی باشن، باید ایمان داشته باشن که دارن آینده ای را برای تمام ایرانیان محقق میکنند. باید بدونن که اونها تنها نیستند. مردم بسیاری در اروپا، در آمریکا، در سر تا سر جهان
همراه اونها هستن، از نزدیک دنبال میکنن مبارزشون و تلاشاشون و اینکه ما واقعا تحسین میکنیم و حمایت میکنیم از اونها و ما از جانب خودمون هر کاری که میتونیم میکنیم برای اینکه جامعه بین المللی واکنش نشون بده و اینکه سازمان ملل یک هیئت حقیقت‌یاب به ایران بفرسته که حقیقت رو کشف کنه، ببینه واقعا چه اتفاق افتاد، چی رخ داد، چند نفر کشته شدن، چه تعداد مجروح و شکنجه شدن و مسئولین این جنایات رو به پای عدالت و به دادگاه عدالت بکشانن. و این چیزی است که ما داریم میکنیم. ما میدونیم که کاری که ما داریم میکنیم کافی نیست، البته در حقیقت ما تلاش میکنیم که بیشتر این کار انجام بدیم و بیشتر بسیج کنیم جامعه بین المللی رو. ما متوقف نمیشیم، تلاشمون متوقف نمیکنیم تا زمانی که پیروزی نهایی دست یابیم. بسیار عالی، امیدوارم که هرچه زودتر این آرزوهایی که شما هم گفتید و ما هم درش مشترک هستیم محقق بشه و آمران این جنایت ها یک روز حتما که به پای میز عدالت و محاکمه کشیده خواهند شد. تشکر میکنم از شما به خاطر این گفتگو و وقتی که ما دادید، همچنین به خاطر همه تلاش هاتون. بسیار عالی. بینندگان عزیز، گفتگوی بود با آقای آلخو ویدال کوادراس. میان برنامه کوتاهی میبینیم، توقفی داریم در برنامه، بعد برمیگردیم. من در خدمت شما هستم.